سلام بر دوستان عزیز شکارچی، امیدوارم حال همگیتون خوب باشه و صبح روز پنجشنبه تونم بخیر. پنجشنبه ماه هست. در این ویدیو میخوام به تقاضایی که از دوستان راجع به دوربین های تفنگ لیزر رنج فایندر دارن صحبت کنم و این تقاضایی بود که از دوستان کرده بودن و خواسته بودم راجع به مدل های این دوربین ها توضیح بدیم، چون ظاهراً به نظر میرسه پیشرفته ترین و جدیدترین تکنولوژی که ما در دوربین تفنگ داریم همین دوربین های دارای لیزر رنج فایندر هست، یا خودشون بالستیک گلوله رو حساب میکنن و محل برخورد گلوله رو به ما نشون میدن. ببینیم تاریخچه این کار چی هست و این چه مزایا و ویژگی های عالی رو در اختیار شکارچی میذاره. تاریخش رو میتونیم تقریبا از اینجا شروع کنیم. به طور مدرن شاید اولین شرکتی که این دوربینا رو تولید کرد و به بازار داد با زحمت بسیار فراوان سوراسکی بود. 1996 فکر کنم سالی بوده که اولین مدل این دوربینا رو داد بیرون به نام سوراسکی LRS. من قشنگ یادم هست و قیمتش هم 3-4000 دلار این حدودا بود فکر کنم، شاید هم بیشتر در همون سالایی که به بازار اومده بود و تبلیغاتش تو مجله ها و اینها بود. و کاری که این میکرد این بود که یه لیزر رنج فایندر رو با یه دوربین میکس کرده بودن، بالستیک رو به شما نمیداد، فقط فاصله رو نشون میداد. خب داخل عدسی دوربین که نگاه کنیم، مثلا اون پایینش یا بالاش، حالا یه قسمتی از میدانی دید، فاصله رو به یارد یا متر به شما میداد. بعد شما باید چی کار کنید؟ کاری که باید بکنید باید این ترت بالاییش رو مثلا تنظیم کنید طبق اون بالستیک تفنگت و مثلا چند تا کلیک اضافه کنی یا کم کنی تا مثلا محل برخورد گوله چی بشه؟ تصحیح بشه. و این تکنولوژی قدیم بود و بعدم دیسکانتینیو شد و دیگه هیچ که اینو درست نکرد چون خیلی سنگین و گرون و پیچیده بود. بعد از این همچنان این بازار بود و این فکر به نظر من تو ذهن همه این دوربین سازا بود که بالاخره باید دوربین دیجیتال درست کنم و با این تکنولوژی رنج فایندر رو یه جوری بیارن داخل دوربین وارد کنم. یعنی کاری که می‌خوایم بکنیم اینه که رنج فایندر رو برداریم وارد یک دونه دوربین تفنگ کنیم، این دوتا رو هم دیگه ترکیب کنیم. خب و داده هم باید از داخل میدان دید دوربین به ما نشون داده بشه، مثلا اینجوریست که توی تلفنت نگاه کنی دیده بشه هرچی. نمونه بعدی که قابل ذکر هست زایس بود. زایس یه مدل رنج فایندر درست کرد به نام زایس دایا رنج. من اینو قشنگ یادمه تو فلوریدا توی شات شو که بودم فکر کنم سال 2006 یا 7 بوده، من این نمونه رو از نزدیک دیدم. حالا همون سال به بازار اومده بوده، یک سال قبل یا بعدش. خیلی قیافه توپولی و عجیب و غریب داره. ببینید کاری که کردن لیزرش رو گذاشتن بیرون دوربین و سمت راست دوربین هست، حالا اگه درست دیده بشه توی این تصویر لیزر سمت راست دوربین هست و یه دونه ترت بالاش داره، بعضیش هم تا هست که ترت نداره، مثلا میلداد داره داخلش یا رتیکلای دیگه. بنابراین اینم به شما رنج رو میده و از طریق این میتونید فاصله رو داشته باشید و بعد باید تنظیم خودتو انجام بدین. یعنی که یا باید ترتشو بچرخونین اگه ترت داره، یا باید روی میلدات مثلا یه دونه دات پایینی یا دو تا دات پایینی مثلا هم چیزی هدف بگیرین تا مطابق اون فاصله و بالستیک گلوله محل برخورد گلوله به دقت مشخص بشه. یه چیز جالب که در همه این دوربینا هست دوستان، یه مشکلی برای این داستان هست که چجوری باید لیزرشو اکتیویت کنی. این همینجوری بگیری که کار نمیکنه، باید یه دکمه بزنی بگی حالا به من رنج بده. حالا این دکمه رو احتمالاً رو خودش نصب میکنن، فکر کنم این یه زائده ای داشته و یه جایش یه دکمه میزدی، یه دکمه مثل ریموت کنترل کوچیک که از طریق سیم مثلا به بدنه تفنگ باید وصل کنی، یه چیزی شما لازم داری و این یکی از مشکلات این دوربینه هست. و بعد ببینید این دو تا دکمه مخبش داره، حالا یکی از اینا احتمالاً همون دکمه رنج فایندینگ هست که باید فشار بدی، فکر کنم این دکمه ها باشه که اینجا در تصویر میبینید. خب و این دکمه رو باید فشار بدی. پس اینم یه مسئله دیگه است که باید در نظر گرفت. خب مسلماً یه چیز دیگه هم که اینا لازم دارن اینه که شما بتونی بالستیک تفنگ تو یارد و متر و یه سری پارامترهای دیگه و تنظیمات رو وارد دوربین کنی. بنابراین بیش از یه دکمه لازم داره. بنابراین دو تا سه تا دکمه احتمالاً جایش میخواد که شما باید بزنی. اونایی که بالستیک انجام میدن بالستیک هم به شما بدن. این مدل زایس و مدل سوراسکی هیچ کدوم بالستیک نمیده. بنابراین احتمالاً فقط یه دکمه روشن و خاموش داره و یه دکمه که باید شما فشار بدی رنج رو به شما بده، مثل این دکمه‌ای که روی این هست.
این دکمه اونجور که گفتم مثلا اینو فشار میدی رنج میده. این دکمه برای تنظیمات و مثلا یارد و متر و چیزای آپشنای دیگه هست، ولی یه دکمه داره که باید حتما اینو فشار بدی که اون لیزرش روشن بشه و رنج رو برای شما بگیر. خب پس حداقل شما یه دکمه روی لیزر رنج فایندرت لازم داره که وقتی رو تفنگ باشه این دکمه کجا هست و یه جایی رو دوربینه باشه یا باید با یه چیزی بیاد پایین مثلا فشار بده. پس اینم یه دردسر ارگونومیک یادتون باشه که ایجاد میکنه که اون دکمه کجاست. این داخل سیستم زایس نشون میده، میبینید که همون یه دوربین معمولی هست که رنج فایندر رو به کنارش اد کردن. میبینید اومده از همون یک تکنولوژی دوربین استاندارد خودشون، مثلا 3:12:56 یا 2.5:10:50 فکر کنم دو مدل داشت، گرفته بودن یه لیزر رو سمت چپش یا راستش اضافه کرده بودن و به این شکل سیستم لیزر رنج فایندر رو درست کرده بودن که خب از نظر اقتصادی و ساخت دوربین به صرفه‌شون بوده و یه سیستمی درست کردن. ولی خب از نظر ظاهری ببینید یه خوری سیستم عجیب و غریبی بود، یه حالت قیافه عجیب و غریبی داشت لیزرش این بر بود، خیلی هم سنگین و دوپولی هست. این دوربین 950 گرم بوده وزنش که من اینجا یادداشت کردم. خب 950 گرم نزدیک 1 کیلو، حالا باتری و این چیزا مونت هم بهش اضافه کنی میشه بالای 1 کیلو. همینجوری ادامه بدیم. بعد از اینها یک تحول بهتر و جالبتر از همه رو که زد رو دست زایس و سورس که همه شرکت بوریس انجام داد، بوریس که بعد با اشتاینر مرج کرده، حالا هر دوشون رو برتا خریده، بنابراین اونر همه این شرکت بوریس برتا است. یه سیستم داد بیرون به نام بوریس الیمینیتور. هم از نظر ظاهری اینا استریم لاین و جالب بود. ببینید دکمه چیزش هم اینجاست، این اینجاست، این اینجاست، یه دکمه هست اگه بتونید ببینید که این دکمه رو باید فشار بدین تا لیزر رنج فایندینگ بکنه. و کار جالبی که این بوریس الیمینیتور کرده بود که اون مدل قبلی سوارفسکی و مدل زایسی که بهشون نشون دادن نمیکرد، این بود که کار بالستیک به قول معروف بولت دراپ رو هم خودش انجام میداد. یعنی که شما میتونید بالستیک گلولتون رو داخل سیستمش وارد کنی، حالا به هر شکل، احتمالا اپ داره، یه سری دکمه داره، نمیدونم یو اس بی داره، اینشو نمیدونم. بعد که وارد کردی رنج رو که بهت نشون میداده هیچی، یه دونه نقطه قرمز کوچولو روی رتیکه روشن میشه و اینجا به شما محل برخورد درست گلوله رو میده. به جایی که در اون وسط رتیکل شما بگیری باید اون پایین رو بگیری و با روشن شدن این نقطه به شما نشون میده کجاست. نکته جالب اینه که این نقطه ها رو از فایبر اپتیک استفاده کرده و چند تا فیبر نوری خیلی کوچولو کوچولو برده بودن و وصل کرده بودن به رتیکل و با روشن کردن یکی از اینا اون نقطه مشخص میشد. و چیز جالبش هم اینه که باز دوستان دقت کنید این اپروکسیمیشن هست، یعنی نمیتونست نقطه رو به طور پیوسته محلش روی رتیکل حرکت بده، چند تا نقطه داشته، مثلا 5 تا 6 تا نمیدونم، و یکی از اینا رو برای شما روشن میکرده. خب با تقریبا شاید بشه بگی به نسبت خوبی افت گلوله رو نشون میداده. پس بوریس الیمینیتور یه کار جالبتر و خوبتر کرد. به جای که شما بخواید ترت رو بچرخونی یا خودت بشینی رو بالستیک تو ذهنت حالا هر جا حساب کنی و چند تا میلداد بگیرم، خودش این کار رو برای شما میکرد و این خیلی مورد استقبال قرار گرفت. فکر کنم فروش خوبی هم کرد و قیمتش هم مناسبتر بود و میشه گفت یه جورایی که بوریس الیمینیتور اولین نمونه موفق به نسبت موفق این دوربین تفنگ رنج فایندر دار در بازار بود و فروش کرد و همچنین بوریس ادامه داد و نمونه های دیگه جنریشن 1، جنریشن 2، جنریشن 3 همینجور ساختن. حالا من دقیقا چون استفاده نکردم و در جریانش نیستم نمیدونم دقیقا فرق اینا چیه، احتمالا هی ایمپروف کردن، مثلا دیسپلیش بهتر شده، مصرف باتریش بهتر شده، لیزر رنج فایندرش بهتر شده، یه سری به هر حال ایمپروومنت های داخل این حتما دادن. بعد از بوریس الیمینیتور سوارفسکی هم اومد یه ورژن مدرن از لیزر رنج فایندر قبلی خودش رو ارائه داد. اینو بهش میگن سوارفسکی دی اس که من اینجا یه نمونهش روی تفنگ گذاشتم. یه چیز جالب که دوستان تو اینا میبینی اینه که اون ترتای میبینی که کنارش میبینی، اینا هیچ کدوم دیگه ترت نیست. اون بالایی که توپولیه جای باتریش هست، همونجوری که میبینین این سمت چپی نمیدونم شاید فوکاس یا میچرخونیش چی کار میکنه نمیدونم، مثلا ممکنه نورشو کم و زیاد میکنه یه کاری میکنه. ترت اصلیش که باید زرو بکنی اینجا توی
قسمت ابجکتیو هست، یه در کوچولو این بالا داره که بعد باز کنی، یه پیچ زیرش هست اینو بعد بپیچونی، حالا با پیچ گوشتی یا ابزار مخصوص. این میشه الیویشن، ارتفاع، یه دونه بغلش هست سمت. پس ارتفاع و سمت در یک ترت هایی که مخفی هستن در داخل قسمت ابجکتیو انجام میشه. اینایی که شبیه ترت هست، این جایی که اطرافش گذاشته، اینا باتریش و اینا هست. این عقب هم که دکمه های کنترلش و نمیدونم ایلومینیشنش و کم و زیاد کردن نور و لابود، این چیزا هست. خب کاری که این میکنه شبیه همون بوریس ایلومینیتور هست، ولی احتمال میدم، باز دقت اینو به 100% نمیدونم، کاری که کردن اینه که به جایی که از یک دونه مثل LED و اینا استفاده کنن، اومدن از یک دونه دیسپلی مثل LCD یا LED، ببخشید، به جایی که فیبر نوری استفاده کنن، از LED دیسپلی استفاده کردن تا این اطلاعات مربوط به رنج و اینا رو برای شما بنویسه. مثلا اینجا فاصله رو نوشته، اینجا احتمالاً ژول انرژی مثلا گلوله رو نوشته که در اون فاصله چقدر انرژی داره، نمیدونم چی هست دقیقاً. و این پایین کاری که میکنه اون نقطه افت گلوله رو مشخص میکنه که چقدر پایین تر از مرکز رتیکل هست. و این خطی هم که مثل همون خط ویندج هست، یه خط هم برای شما روشن میکنه، نشون میده اختلاف در سمت به علت حالا وزش باد و اینا تا چه حدودی میتونه باشه. احتمالا مارک اول مثلا 10 مایل در ساعت، باد مارک بعدی 20 مایل در ساعت، یه همچیزی برای اون مقدار دراپ یا اون مقدار فاصله. بنابراین این کاری که میکنه، فرقش با بوریس ایلومینیتور این است که دیسپلی داره، به جایی که اون فقط LED داشته باشه و دیسپلی اون بالاش بود، و یه سری اطلاعات دیگه هم می‌نویسه. و این خط هم برای شما چیکار می‌کنه؟ روشن می‌کنه. و این میشه کار کرد، یا در واقع کاری که این دوربین لیزر رنج فایندر برای شما انجام میده. خب در مقابل این بنفیت های بسیار عالی و این شاهکاری که به شما، قابلیت های شاهکاری که به شما داد، شما باید یک هزینه بپردازیم. ببینیم هزینه این لیزر رنج فایندر چی است. اولین و مهمترین هزینه که شما میپردازید دوستان، وزنش است. این نمونه سورافسکی بسیار سنگین، کلوف و گنده است. فکر میکنم تیوبش 36 میلیمتر یا 34 میلیمتر، فکر کنم 36، از 34 هم بیشتره. 36 میلیمتر به وزنش 1100 گرم، 1 کیلو و 100 گرم وزنش. حالا مونت و اینا بهش اضافه کن، تقریبا میشه 1 کیلو و نیم. و 1 کیلو و نیم داری وزن روی تفنگت اضافه میکنی و یه چیز بسیار بزرگ و سنگین است. اون یکی بوریس ایلومینیتور هم وزنش رو فکر کنم یادداشت کرده بودم، یا اون یکی مال زایس بود، وزنش رو یادداشت کردم، 950 گرم بود طبق مشخصات. پس مال زایس دو مدل داشت، 56 میلیمتر، 50 احتمالاً 50 میلیمترش، 950 گرم. اون ورژن 3 تا 12 56 احتمالاً اونم بالای 1 کیلوگرم وزنش است. خب پس وزن زیادی رو شما روی تفنگت می‌ذاری. چیکار می‌کنه؟ هر کس با تیراندازی آشنا باشه می‌دونه بالانس تفنگ رو با هم می‌زنه. شما این ماشین اسپورت مسابقه درست کن، یک وزنه مثلا 200 کیلو بذار بالا سقفش. تمام هنر دیزاین و به قول معروف استابیلیتی و پایداری اینه که وزن شما و مرکز ثقل شما پایین باشه، که تفنگ تو دست تو اینجوری چپکی نشه. خب شما تفنگو اینجوری دست گرفتی، اگه یه وزن زیاد روش باشه این مرتب میخواد اینجوری بشه، اگه مرکز ثقلش پایین باشه ثابت و مستقیم رو دست شما میمونه، شما میتونه هدف بگیره، در هر حالت دیگه میخواد چپ بشه. و شما با اضافه کردن یک جسم 1 کیلوگرمی روی تفنگی که مثلا این تفنگ بلازر K95 است، خودش 2 کیلو و نیم حدود است، این احمقی که اومده اینو به عنوان مثلا ادورتیزمنت درست کرده، اومده اینو گذاشته روی این دست که این دوربین خودش جوسش دو برابر این تفنگ ظریف و خوش دست بلازر K95 است. خودم دارم نمونهشو، بنابراین میدونم. بنابراین یک کار، یه هزینه اولیه که شما میدین وزن. هزینه دوم قیمت، اینا حدود 4 تا 5 هزار دلار است. What the fuck? Sorry for my language. هزینه سوم کاربردش در شکار دقیقاً برابر صفر هست. شما با این سیستم هیچ گونه شکاری نمیتونه بزنی، هیچ گونه ادوانتجی به شما نمیده. شما اگه در فاصله باشه که واقعاً رنج مهم باشه و اینقدر با دقت بخوای بدونی 352 متر یا 386 متره، شما در فاصله بیش از قابلیت‌های شکار تفنگت هستی. و همونجور که این خط هم به طور تصادفی نشون داده، شما یک مؤلفه از دو مؤلفه مهم هدفگیری رو اینجا پیدا کردی که اون دراپ گلولته، فکر کنم به دقت پیدا کردی. مؤلفه دوم که
افقی بودن و اختلاف بادش هست رو اصلا نمیدونه. نمیدونه این گوله الان میخوره این بر گردن این گوزن از این برش رد میشه یا میخوره توی پای عقبی گوزن و اونو زخمی میکنه یا میخوره تو شکمش. تمام اینا غلط هست. فقط تنها جایی که درسته همین جایی که هست که هدف گرفته یه ذره پایین‌تر در واقع باید باشه که بخوره به قلب هدف. بنابراین شما یک مؤلفه از دو مؤلفه‌ای که هر دو مهم هست رو داری و مسئله رو حل نکردی. فکر کن مثل هواپیمایی هست که میخواد از اینجا پرواز کنه، از لس آنجلس بره هاوایی، با یک سیستم بسیار دقیق مسافت‌یابی پیدا کنه که مثلا فاصله اینجا تا هاوایی 5643 کیلومتر است، بسیار دقیق پیدا کنه، ولی ندونه جهت هاوایی کدوم طرف است. خب این به مقصد نیست، خیلی مسخره است. کدوم جهت دقیقاً باید بره که برسه هاوایی؟ از دو تا مؤلفه مسافت و جهت که هر دو برای رسیدن به مقصد لازمه شما یکیشو این دوربین به شما میده، دومی رو نداری که اون جهت باد است. بنابراین کشک. اینم یکی دیگه. مؤلفه سوم دوستان عزیز، این تمام سیستم الکترونیک اینا داخل این سابجکت تو فیلیر، این همش احتمال داره خراب بشه، باتری کار نمیکنه، یه سیستم الکترونیکی فیل میکنه، یه خازنی، دیودی، مقاومتی، هرچی در شرایط بسیار سخت و زیر ضربه تفنگ احتمال دوام آوردنش کم هست. اگر هم دوام بیاره هیچ اشکالی نداره، دوربین 5000 دلاری شما بعد از 2 سال که مدل جدیدترش اومد قیمتش افت میکنه به 2500 دلار، بعد از 4 سال میشه 1500 دلار، بعدش هم که این مدل جدیدتر اومد یا ملت فهمیدن که این سر کاری هست هیچ ارزشی نخواهد داشت. در حالی که اگه شما یه دوربین اشمیت بندر یا زایس قدیمی مال دهه 1990 هم داشته باشی که خود من چند تاشو دارم، دقیقا ارزشش مال همون موقع تا الان تقریبا یکی است. اگه به تورم حساب کنی که حتی ارزشش بالاتر هم رفته، مثلا اون موقع قیمتش مثلا بوده به فرض 1500 دلار، الان هم شما میتونی بفروشی مثلا هم حدود 1400-500 دلار، در حالی که مثلا قیمت نوش هست مثلا 2000 دلار، و این به علت تورم رفته بالا. نتیجه گیری دوستان عزیز، رنج فایندر در دوربین تفنگ هیچ گونه فایده ای نداره، فقط یک تکنولوژی است که به عنوان تکنولوژی جالب هست. هیچ کس سعی و زحمت این مهندسین و مخترینی که نشستن این همه زحمت کشیدن اینو درست کردن و نادیده نمیگیره. منم منکر این نیستم، دستشون درد نکنه، اما این سعی و زحمتی که کشیدن کاربرد نداره. همونجوری که این سعی و زحمتی که این ساعت‌های بسیار پیچیده سوئیسی الان میکشن و میسازن، انواع این قطعات ریز مکانیکی رو درست میکنن که ساعت رو نشون بده، خب این از نظر کاربرد اصلی ساعت هیچ کاربردی نداره. یه ساعت دیجیتال خیلی از این دقیق داره. این مثلا 10000 دلار تا 20000 دلار ممکنه قیمتش باشه، در حالی که زمان رو به خوبی اون ساعت دیجیتال 5 دلاری ژاپنی نشون نمیده. از طرفی هم الان دیگه هیچ که ساعت هم نمیبنده. ببین من دوستان ساعت نمیبندم چون نمیخوام، رو ساعت موبایلمون و دیسپلی و هر جا برید ساعت نوشته. خب بنابراین ساعت اون فانکشن خودش رو دیگه نداره، یک ابزار زینتی و جولری هست. پس تنها مصرفی که این داره اینه که قیمت خودش رو نشون بده و یه ابزار شواف کردن و جولری و یه جور اکسسوری برای آدم های پولدار و ثروتمند هست که ساعتشون مثل مثلا انگشتر طلا و اینا ثروتشون رو باهاش نشون بدن. از اون نظر اشکالی نداره، یه جور جولری مثل جواهرات عمل میکنه، ولی این فانکشن و عمل خودش رو به عنوان ساعت از دست داده و این کار کردن شما ساعت بهتری نساختی. به همین شکل شما با گذاشتن رنج فایندر و این مزخرفات در این دوربین یه دوربین بهتر و ابزار هدفگیری بهتر نساختید، یک چیز بسیار پیچیده ساختید که از نظر مهندسی خب دمتون گرم کار میکنه ولی هیچ گونه کاربردی در شکار و تیراندازی دوستان نداره. شما اینو از من به عنوان کسی که 20 سال تجربه تیراندازی و به همون نسبت هم تجربه طراحی اپتیک و تحقیق و توسعه در زمینه اپتیک تفنگ داره بشنوید. و این بود نتیجه گیری من. بهترین چیزی که میتونید دوستان باهاش در تفنگتون نصب کنید و هدف گیری کنید سایت رد دات است، بدون بزرگنمایی، با دو چشم باز، بدون بالستیک، بدون هیچی هدفتو مشخص میکنید، ظرف یک ثانیه هدف میگیری و به هدف میزنی. پایدار و موفق باشید.